مثلا رو ملاحظه بفرمایید، مثلا اینجا ما یک نموداری رو گذاشتیم که مثلا از سال 1900 تا سال 2000 برای 100 سال رشد اقتصادی آمریکا رو شما در نظر میگیرید و میبینید که این رشد اقتصادی اولا که وقتی در یک نگاه 100 ساله شما دارید نگاه میکنید، خب خیلی به نظر اسموز میرسه، خیلی به نظر متعادل میرسه، همینجوری رشد کرده بالا رفته، در حالی که مثلا اگر ملاحظه بفرمایید اینجا در رکود شدیدی که در سال مثلا 1929 اتفاق افتاده، خب اینها میلیون ها نفر به گرسنگی رسیدند. ببینید اینجا الان رکودی است که من منظور مد نظرم بود در 1929 در کشور آمریکا، ملاحظه می‌فرمایید رکود بسیار رکود شدیدی بوده. من خاطرم هست که یک هم‌اتاقی داشتم، ایشون عنوان میکرد، میگفت که پدر بزرگ من در 1929 در هوور دم یکی از سدهای بزرگی بود که اینو با دست ساختن، یکی از بزرگترین سدهای دنیا هست، ولی شاید باور نکنیم که با بیل و کلنگ بزرگترین سد دنیا رو ساختن تا اقتصاد از رکود به در بیاد. به راستی ما چه کار میکنیم وقتی اقتصاد به رکود میره؟ دولت چه کار میکنه؟ آیا هیچ گونه سیاست گذاری داریم یا منفعل عمل میکنیم؟ اون زمان ایشون تعریف میکرد، میگفت که پدر بزرگ من بارها گفته که من هر روز که میرفتم سر کار تعداد زیادی از افراد من التماس میکردن، میگفتن امروز تو سر کار نرو، من جای تو میرم کار میکنم، هر حقوقی که به دست آوردم نصفش مال من نصفش مال تو. افراد حاضر بودن با نصف حقوق کار کنن، تمام وقتم کار کنن، اما کار به اندازه کافی نبود. براحتی چه اتفاقی در اون زمان افتاد که به اندازه کافی کار نبود و چگونه شد، چطور شد که وقتی جنگ شد در ایالات متحده بعدش مثلا ملاحظه بفرمایید؟ بله ملاحظه می‌فرمایید، بعد اگه کرسر من نشون بده بازم خوب. ملاحظه می‌فرمایید اینجا بعد از جریان رکود که سالیان سال ادامه پیدا کرد، اقتصاد امریکا رشد نمی‌کرد، تقریبا ثابت مونده بود، یعنی از 1929 تا حدود 1940، ولی بعد از اون ناگهان رشد خیلی شدید اقتصاد آمریکا داشت در زمان جنگ. چه جنگ مگر چه خاصیتی داشت که باعث رشد اقتصادی شد؟ و بعد ملاحظه می‌فرمایید که اقتصاد آمریکا انگار یک اورشوتی انجام شده، بیش از حد رشد کرد و بعد دوباره وارد یک رکود کوچکی شد البته، و بعد هم یک شرایطی به وجود آمد که شرایط خیلی پایداری بود و سالیان سال این شرایط ادامه پیدا کرد و بارها و بارها اقتصاد برای یک سال، دو سال، سه سال وارد رکود شده. اما بعد از 1929 رکود خیلی شدیدی که اتفاق افتاد در سال 2008 بود. چه اتفاقی در سال 2008 افتاد که اون رکود شدید شکل گرفت؟ اینها مطالبی است که انشالله ما در این کلاس مورد بررسی قرار خواهیم داد. بله خب، نرخ تورم رو در ایالات متحده ملاحظه می‌کنید. اول تورم پدیده‌ای نبوده که به راحتی قابل کنترل باشه. تورم در 1910 تا 1920 ملاحظه می‌فرمایید، تا 1930 ملاحظه می‌فرمایید تورم‌های خیلی شدید، رکودهای خیلی شدید، اینفلیشن و دیفلیشن، افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش شدید قیمت‌ها اتفاق می‌افتاده. این دورانی بوده که علم اقتصاد کلان واقعاً توصیه و در واقع تبیین درستی از پدیده تورم انجام نمی‌داد. و جالب اینجاست که علم اقتصاد از 1980 به بعد مورد یک بازبینی جدی قرار گرفت، یعنی یک کتابی که قبلا مرجع علم اقتصاد بود کلن کنار گذاشته شد به نام کتاب برنسون. این کتاب برنسون الان فقط و فقط در یک کشور دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم این کتاب تدریس می شود، نه فقط تدریس می شود بلکه منبع آزمون کارشناسی ارشد و دکترای اون کشور هست. من نمیخوام به اون کشور اشاره کنم، ولی امیدوارم که همین کلاسی که ما الان داریم ارائه میدهیم زمانی برسد که اگر دانشجوی استاد میاد کتاب برنسون رو روز اول میخواد مطرح کنه، دانشجویان امیدوارم یک روزی اعتراض کنند و به استاد بفرمایند که لطفاً قدری بیشتر تلاش بفرمایید، نه اینکه کتاب 40 سال پیش که تمام علم اقتصاد از اون زمان کاملا دگرگون شده رو شما دوباره بیاید و تدریس کنید. ملاحظه می‌فرمایید که بعد از 1980 اصلا روند تورمی یک روند دیگری است. و جالب اینجاست از 1980 تا سال 2020 تا سال 2020 الان حدوداً 40 سال هست که
روند تورم نزولی است، نرخ بهره نزولی است و نرخ بهره و تورم تقریبا به صفر رسیده. دنیای پیشرفته اون چه که ما ادعا داشتیم در 40 سال گذشته اجرا کنیم که بانکداری بدون ربا باشد، در دنیای پیشرفته به طور کامل اجرا شده است. وقتی که بانک ما به عنوان کارمز 4% دریافت می کند روی تسهیلات قرض الحسنه 4% دریافت میکنه و در دنیای پیشرفته نرخ بهره ای که اینها دریافت میکنن برای وام هایی با طول عمر شاید 20 سال و 30 سال، نرخ بهره ای رو که دریافت میکنن 1.5% تا 2.5% 3% هست. خب این نشون میده که کدام یک موفق بوده و کدام ناموفق بوده. ما میخوایم برسیم به این که از 1980 به بعد چه تفاوتی در توصیه های علم اقتصاد به وجود آمد که دوران جدیدی آغاز شد، که دوران ثبات در اقتصاد به وجود آمد. انشالله در این موارد ما صحبت های زیادی خواهیم داشت. نرخ بیکاری رو ملاحظه می‌فرمایید، بیکاری بعد از 1929 در کشور آمریکا 25% رسیده بود، 25% نیروی کار بیکار بودن. برداشت بر این بود که تحریم‌ها باعث بشه بیکاری ایران هم مثلا برسه به 25%. اتفاقا تحریم‌ها باعث شد که ما نتونیم اشتغال ایجاد کنیم، ولی نرخ بیکاری اونقدر هم افزایش پیدا نکرده و شاید یه چیز حدود 10 تا 15% باقی مانده در ایران. چگونه هست؟ چرا الان 10 تا 15% است؟ اگر ما تعریف بیکاری رو خدمت شما نشون بدیم، اون وقت خودتون متوجه خواهید شد که چرا این نرخ‌ها چگونه باید تفسیر کرد. چرا اگر نرخ از مثلا 10% برسه 15%، نرخ بیکاری فاجعه است؟ چرا وقتی میرسه 25% یعنی سقوط بزرگ اقتصاد؟ اینها رو ما انشالله خدمتون توضیح خواهیم داد. اما فقط بیکاری فقط روی فقر تأثیر نداره، فقط روی نابرابری تأثیر نداره. اینجا مثلا یک نموداری رو آقای منکیو ارائه میدن، در واقع رابطه بین نرخ بیکاری و جرائم مالکیت. منظور از جرائم مالکیت جرائمی است مثلا دزدی، مثلا اختلاس. چطور است که وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه در بلند مدت جرم و جنایت هم کاهش پیدا میکنه؟ چطور است که وقتی کرونا میاد در کشور ما ناگهان اعلام میکنن که تعداد جیب‌بری ها، تعداد دزدی ها به شدت افزایش پیدا کرده، موبایل دزدی ها، زورگیری به شدت افزایش پیدا کرده؟ اگر اینطور هست، ما به جای اینکه بریم بخوایم به صورت قهری جلوی جرم و جنایت رو بگیریم، شاید بهترین باشه که سعی کنیم نرخ بیکاری رو کاهش دهیم.